ندارم به دل بیم از تازیان، که از دیدشان دیده دارد زیان، که هم مار و شاشخوارند و هم سوسمار. مال من نیست این سروده، این سروده فردوسی است. از جمله ابیات سانسور شده در فردوسی. فردوسی بزرگ مرد تاریخ ایران نه، بشریت در سرزمین خودش توسط بنی هاشم 1400 سال بر گرده شما حاکم سانسور شده و میشه هر روزم بدتر. بابا بی غیرتی تا کی مردم؟ بی غیرتی تا کی؟ شما در نظر بگیرید خیام ها، فردوسی ها، سعدی ها، عین القضات ها، سهروردی ها، همه اینا شما رو اینا زدن کشتن تو خونه شما، تو شهر شما. شما بی غیرتی تا کی؟ بی غیرتی تا کی؟ شما ببینید همین جریان هنیه که پیش اومد و فلسطینی و اینا، یک اون پولای ما رو به خاطر بازی انگلیس که ضد اسرائیل داشته و داره اینا خرج اتینا کردن. یک ذره اگر شعور داشتن همون موقع میفهمیدن آقا شما نمیتونی با جهان بجنگی، اسرائیل جهانه. تاریخ اگه خونده بودین میدونستین نمیتونید، خود اون اسلام و قرآنتون تسلیم بوده در برابر قدرت جهانی اینها. حالا تو موافق، مخالف، زد، حسود، هر چی میخوای باش. چقدر پولای ما رو حرم کردن حالا اینجور شده. بعد خود این یارو خالد مشعل کسیه که خودش نیست، با چمدونهای دلار از ایران میاد و میره. شما ببینید الان که ببینه هپلیاپوی ها چو 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 تو بلوب جو پریه زر داره میزنه که اینا رو کشتن. خب معلومه که کشتنش. ایران اغتالت الاخ ابو العبد هلیا فی الله يرحمه فی وین فی طهران. ارتش شاهنشاهی آریایی ما با دشمن میجنگه. شما 45 سال تو اون مملکت هر روز و هر هفته لااقل در نماز جمعه های تازی خودتون شعار مرگ دادید بر دیگران، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. آیا شده ببینید در اسرائیل یکی بیاد بگه مرگ بر ایران، در آمریکا شعار بدن مرگ بر ایران؟ اسرائیل الان درش نیروهایی داره که اینها میخوان گسترش بدن جغرافیای اسرائیل رو و میخوان روحانیت رو، ایرانیایی که سید و سادات تازی هستن، نابود کنن. ولی با ایرانی همیشه گفتن که پیوند داشته و دارن، با ایرانی، تبار ایرانی، هوادار کوروش، هخامنشیان، اشکانیان، کردها. کردها اصیل ترین عناصر ایرانی هستند. آتورپات ها آذربایجان اصیل ترین انسان های ایرانی هستند. سیستان بلوچستان دوره، وگرنه خب شما در نظر بگیرین کردستان رو اگر پشتیبانی کردن میگن، آذربایجان رو، آتورپات رو و و و و غیره، به خاطر اینکه در ایران ما رهبری دست بنی هاشمه. اینو بکنید تو کلتون، وگرنه الان خودشون چون میگن، من به شما میگم آمریکا با ایران همسایه شده بود، الان برنامه هم همینه که با ایران اسرائیل همسایه بشه، با ایران اسرائیل همسایه بشه.
دلم دیوانه شد، دلم دیوانه شد، دیوانه شد. دیگر از خیشتن دیگر از خیشتن بیگانه از همین تازه در گذشتگان شما ایرم نمیدونستید که این قانون تلموده و یهود اسرائیل هزاران سال به عمل کرده که تونسته بمونه، مثل ما که بی بخار و فراموشکار و سل کنیم، آشتی ملی کنیم، سید اولاد پیغمبرن و نجوری نیست که فرمان اینه، میخوان بزننت پیش از اینکه دستشو بلند کنی تو بهت بزنیش. سیاوش اوستام همین فرمان رو داده و میده، میشه زرتشت هم همین فرمان رو داده و میده، چون فرمان انسانی است. نه اینکه میزان زدی مو برام یکی دیگه بزن، حالا به ما تحت تاریخ ما، تاریخ ما تا الان، وگرنه الان اسرائیل زمین سازی شد. این سالها اصلا اینا احمق بودن، نمیدونه آقا تو از یه جایی یه بمب بزنی، یه موشک بزنی، یک انفجار بکنی، یک گلوله بزنی، میاد خونت هم رو سرت خراب میکنی. فرمان بقای انسان زیرک در دفاع و نابودی دشمنه. دشمن پروری نداریم. شما کردید این کار در ایران و الان تا الان دارید میکنید. وگرنه این آقا وزیر دارایی اسرائیله و بخشی از تفکر و اندیشه اسرائیل هست. قاطع میگه که ما دمشق میریم و میرنم. شما خواهید دید الان که وارد شده لبنان، همه اونهایی که موشکایی که زدید باید تاموشه بدید. بعد از اونجا بعد سوریه هست، عراق هست، بخشی از ترکیه گرفته خواهد شد، بخشی از ترکیه، و بعد میرسه به مرزهای ایران. دیگه اونجا تا برسه به مرزهای ایران چه باید کرد؟ אני רוצה מדינה יהודית. שזה אומר מה? מדינה יהודית. זה נורא נורא מורכב. זה מדינה שמתנהגת לפי עולם ערכים של העם היהודי. הריבונות של ישראל מתחילה בים ונגמרת בנהר. בשלב הזה או שבעצם אנחנו גם מוצאים את עבר הירדן? בשלב הבא. בסדר, לאט לאט. כתוב בחז"ל שעתידה ישראל, עתידה ירושלים להתרחב עד דמשק. Bezalel Smotrich a une vision maximaliste de la terre promise. Elle inclut les territoires palestiniens, mais aussi des territoires en Jordanie, en Syrie, au Liban, en Irak, en Égypte ou encore en Arabie Saoudite. Une vision certes radicale, mais admise dans le débat public en Israël. از اون طرفم الان که وضع به اینجا رسیده، خود رژیم متوجه شدن قضیه رو، همشون بلاحتی که یک ملای
و یا یه گروه حجتیه داشتن اون بلاحت رو که اینا ندارن که بقیهشون. شما در نظر بگیرین، اینو من بارها گفتم دوباره میگم تاکید میکنم، الان در ایران اکثریت قدرت دست اصولگراهاست. اصولگراها کیان؟ جبهه پایداری است. جبهه پایداری کیه؟ انجمن حجتی است، یک تشکیلاتی که خود اینها وزیر اطلاعاتشون گفته که ساخت انگلیسه. ببین CIA آمریکا اصلا پیچیدگی نداره، بزن بهادر، اون روحیه بزن بهادریه، اما دستگاه اطلاعاتی ماکسیس انگلیس پیچیدگی داره، خیلی پیچیدگی قابل توجه داره، به این راحتی نمیشه کشفش کرد، کار سختی است برای کشف او، چون نکته قابل توجهش اینه که تمام کشورهای دنیا رو میتونیم بگیم زیر و رو کرده، بررسی مکاتب کرده. من مثلا یکی از تعارف نداره، یکی از مذهب شیعه است، دشمن رو مذهب شیعه سنگین ماکسیس کار کرده. حتی من بعضی اوقات میگم بعضی از اینا در رابطه با مذهب ما حتی از حوزه علمی ما بالاترن، برای اینکه کار پیچیده انجام دادن که بفهمن شیعه رو چجوری باید توش نفوذ کرد، تو دستگاه های مختلفش چگونه باید نفوذ کرد تا به نتیجه رسید. لذا پیچیدگی دستگاه اطلاعاتی انگلیس خیلی قابل توجهه. و حالا شما ببینید یکی از پیچیدگیاش اینه که مثلا تو زمان طاغوت میاد انجمن حجتی را میندازه، خیلی حرفه، انجمن حجتیه که تحت عنوان طرفداری امام زمان و این عرفان. خب ببین ابزار دین رو داره استفاده میکنه. بعدم وقت شما برید ببینید چه آدمایی تربیت کرده، با چه ویژگی هایی، بعضی حتی از بزرگان ما نتونستن تو اون مقطع بفهمن اینا در واقع دستگاه تربیت شده انگلیسن. اینا زمینه سازی کردن با یه انجمن حجتیه، یعنی همه اینهایی که از فرج و عجل الله تعالی فرجه و امام زمان و مهدی بیا و بچه ها شعور آگاهی فرمان به همه جا، هر کس در ایران شعارای امام زمانی میده هر چی میخواد باشه و عجل فرج و هموری اینار میده، اینا همه وابسته به حجتیه هستن. حجتیه هم مدت هاست چون خمینی ممنوعشون کرد اسمشون رو گذاشتن جبهه پایداری از زمان مصباح یزدی. این جبهه پایداری مقدر فردا الان که ماهی داریم بگیم اسمشو عوض کنه و اینها تمام اعدام های ما از لاجوردی گرفته، اسدالله لاجوردی تا الان حداد عادل و تمام اطرافیان مشتبه خامنی و تمام اطرافیان خود خامنی، اینا همه انجمن حجتی هم، غلام علی حداد عادل فامیلشه، اینا از رهبران انجمن حجتی بودن زمان شاه. این سعید جلیلی الان بوتشونه، سعید جلیلی میخوان بزرگش کنن، انجمن حجتی هن اینها. اون برم شما اصلاح طلبار دارین، دوتاشون برای ما یکی هستن، هر دوتا رو با ایستی از سرزمین آریایی به دور کنید. ولی یادتون نره عزیزان من، اینها نفوذ و قدرتی که دارن، خود این رژیم داره میگه که نمیتونیم شناسایشون کنیم، و تازه رژیم مدت هاست که با اینو داره همکاری میکنه، نفوذ کردن به همه جای کشور و میهن و مملکت. این دیگه وزیر اطلاعات بوده تو اون مملکت، بقیه شون هم این حرف رو زدن. شما تا کی میخواین اینقدر بدبخت و بیچاره و زبون و ذلیل بمونید؟ آقا هر کی گفت عجل الله و کده، صاحب الزمان میگه کده، امام مهدی میگه کده، ما به اینا کاری نداریم. ما یک ایرانی میخواییم آزاد، آباد، صلح، شکم مردم سیر، حقوقاشون رو بدن، این درآمد میلیارد میلیاردی که دارن بین مردم تقسیم بشه در جامعه ایران، نه اینکه با شعار عجل الله تعالی فرجهو برن توی ایورور خرج عملیات تروریستی بکنن، بعدم همه اینا رو بیان با چهار تا داغون بکنن برن حالا برن بخندین. یعنی خود اینها، یعنی شما ببینید الان این سیستم رهبری تازیان در ایران، پسرش که استعفا داد مشتبه رفت، یعنی ترسید دیگه، چون اینا در آوردن که آقا همون دوربریاشون اطلاعاتی هم دیگه. من یه گزارش گرفتم سال همین سال گذشته 200 عملیات جاسوسی و خرابکاری اقتصادی تو ایران کشف شده،
صداشم بلند نشد. حالا ما اینجا داریم میگیم، حالا دیگه حالا پس از این که کش شده و سرکوب شده و خونسازی شده که میشه گفت. خب اینا که خبرش به مردم نمیرسه. حالا الان دیگه آقا میگه سالی 2300 تا ما مأمور میگرفتیم جاسوس. خب حالا الان مهربان یاران نزدیکترین آدم ها به این رهبر تازی راهاش کردن، میگن شکست خوردی. از یکی 40 خورده هزار شهید ما داریم، 100 هزار خورده زخمی داریم، بچه ها کشته شدن، لبنان اونجوری شد، غزه اونجوری شد. این تأثیر وقتی بزرگ میشه یعنی اینکه شما پس بیهوده جان مسلمین رو به خطر انداختید. چیزی که نمیتونستید چرا بلند کردید؟ چرا ما تشویق کردیم فلسطینی ها لقمه که بزرگتر از دهانشون بود بگیرن که اینجوری توش بمونن؟ چرا ما حزب الله لبنان رو تشویق کردیم مقاومت کن و بعد اینجوری بیروت از بین بره؟ ببینید اگه تصویر ما نادرست باشه که طرف قویه، بچه‌ام قرآن نمی‌خونه، بچه‌ام قرآن نمی‌خونه، اینو با جدی که یورانیا به تقویت کرده فلان می‌کنه، اینجوری تشکیلات امنیتی داره به خودشون، هوش مصنوعی که چی، هوش ضد مصنوعی هم داره. خب این چیه اینا؟ پس ما در مقابله چه ایستادیم؟ آدم عاقل هم چیکار می‌کنه؟ از روزهای نخست انقلاب هم همینطور بود. یعنی یک طیف عمام سفیدهایی که یک رگه های ایرانی درشون بود، اینا رو یکی یکی زدن، کشتن، نابود کردن، زندانی کردن، حذفشون کردن، این طیف وسیع عمام سفیدها. وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟ کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار. از دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن، دیگه نماز نخونن. درست. شادی کنن. آهنگ شاد پر. تو 40 ساله من به همه کار خواستن بر علیه من بکنن، ولی من سکوت کردم، عشق کردم با همه اینا. کسانی بودن شما در نظر بگیرید، یارو اسمش آشوریه، نگه گودرزی نگه داشت، اعدام شد، اینا رو کشتن. گلزاده قفوریست، بچه‌هاشو کشتن، خودشو چه کردن؟ ببینید گلزاده قفوریست، مجتهد شبستریست، ها، کدیور یوسفی اشکوریست. اینا هرگز اسمای آیت اللهی سنتی انگلیسی رو برای خودشون نگرفتن، چون بر اساس سنت انگلیس که روحانیت رو ساخته، تشکیلات مرجعیت رو ساخته و اینا، تو باید زود یک اسمی انتخاب بکنی که مال شهر باشه، مال شهر. یه شهری رو باید شیرازی، سیستانی، خمینی، خامنه، مالش اسمش حسینیه، میگه خامنه‌ای، اسمش موسویه، اسمش اصلا هندیه، ولی تو باید اسم شهر رو خودت بذاری. همینایی که یک اسم شهر رو خودشون نذاشتن، اولین گام عصیانشون بوده با اینا. بعد بعدن کار دیگه کردن. چقدر ترتیب همینا رو دادن؟ چقدر همین آخونده سفید امامر تا همین الان اکبر نژاد آخریش بود، اون نیکنام آیت اللهی بود که زدن کشتنش. اینا به اینا به خود شما هم راه نمی کنن. در همون طیف و حرفه و بیزنس و تشکیلات خودشونم تو عمام سفید هستی، نوکر نباشی، غلام نباشی، برده نباشی، ترتیبت داده است. بعد میان میگن که شما میگن همین آقاانی، آقا خب همه جهان فهمیدن که جاسوسه، حالا میارنش توی جایی که دور تا دورش هم در محاصره است، میذارنش، فیلم ازش میگیرن، چون خیلی آبروریزیه براشون. آبروریزی که فرمانده سپاه قدس که در خارج از کشور میخواسته برای اینا چه بکنه، این جاسوس باشی براشون افت داره. تا آخر عمر این اینا نمیپذیرن. حالا اگه آوردن نشونش دادن، فردا یه تصادف میکنه میمیره، اگر هم تازه خیلی تصادف نکنه میمیره، نگهش دارن همه سهمی الان با محافظی و جا به جاش میکنن، عروسکیه
عروسکیه و بعدم کد میده، کد میده. شما ببینید وقتی که میگه صدای حمی رو میذارن که میگه بعد صلوات و عجل فرجم اجماعا شادی ارواح طیبه همه شو صلوات باید بفرم. و عجل فرجه، یعنی همون باند امام زمانی، کدهای ضد ایرانی بچه ها. بعد از اون طرف هم میاد میگه آقا نگاه کنین رئیس پارلمان ما رفت به لبنان برای شرایط جنگی، علی خامنه ام نماز خون. خب بابا اسرائیل که بخواد بزنه میزنه، مگه از شما هم میترسه؟ من یه فیلمی براتون منتشر نکردیم، حالا چون زیاد اینا رو بخوام منتشر کنیم. وقتی خامنه‌ای همون روز نماز میخونه، صلوات اینجوری میکشه به بدنش، یعنی خوب شد نخوردیم ما تا حالا. بعد همین جلیلی که معلومه اینها علکی دین و عجل الله فلانه، صف اول نماز اینجوری کلش میگونه، با حالت تمسخر به خامنه‌ای نگاه میکنه. یا مثلا قالیباف اگه پا میشه میره با هواپیما خودش خلبان، چون خلبانه، هر از چندی باید پرواز داشته باشه. پروازهای ماهان یا ایران ایر رو بارها به کشور جهان این خلبانش بوده برده، ولی خب بعضی وقتا نمیگن خلبان، شاید هم اسم مستعاری اونجا داره. حالا ایشون به عنوان خلبان یک هواپیمای مسافربری سوار میشه، میره بیروت، بعد هم میره چهار تا عکس میگیره که آقا پهلوانیش نشون بده. آقا اسرائیل بخواد بزنه میزنه. او نمیزنه شماها رو، او نمیزنه شماها رو. بعد در سرزمین اهورایی که جهان سر تعظیم پیش ما فرود آورده، شو ببینید بچه های ما زمان پادشاه چجور بودن، خرد سالان ما، و الان پس از 50-55 سال گذشته ببینید چجور. نهایت بدبختیه برای میهن اهورایی، نهایت بیچارگیه برای بعد سرزمین آریایی که چنین افرادی در جایگاه بزرگان تاریخ ما نشسته باشند. کوروش یادروزش این ماه، ماه کوروشه. سال روز تاجگذاری کوروش هخامنشی، آغاز یک امپراتوری قدرتمند بر همه ایرانیان اصیل خجسته باد. بیش از 2500 سال پیش در چنین روزی کوروش بعد از فتح بابل بدون جنگ و خونریزی تاجگذاری کرد و سلسله هخامنشیان را بنیان نهاد. 17 روز پس از این ماجرا کوروش وارد بابل شد و بنی اسرائیل را از اسارت نجات داد و زمینه بازگشت یهودیان تبعیدی به میهنشان در سرزمین اسرائیل را فراهم نمود. ایرانیان او را پدر، یونانیان او را سرور و قانونگذار، یهودیان او را روح پروردگار، بابلیان او را مورد تأیید مردوک، مسلمانان او را ذوالقرنین و فرستاده خدا و مردم جهان او را بنیانگذار حقوق بشر می‌خوانند. برای اطلاع تاریخ ایران لایک و اشتراک گذاری فراموش نشه و همچنین اگه به مطالب تاریخی علاقه دارید اینستاگرام تاریختون رو دنبال کنید. بعد بچه های ما نابغه ها، الان هم ما داریم نابغه است. آقا این امیر حسین امدادی میگن اصلا اکسترا ترسه، یعنی فرازمینیه، مثل ایلون ماسک اختراعاتی کرده که بیا ببین. بیچاره میاد توی ایران بهش جلو پای دمنداز کادو میدن. دانشمند آمولی امیر حسین امدادی معروف به پسر ستاره طلایی ایرانه. اولین دارنده یه مدال طلای گینس و نشان طلا در تاریخ ایران، زاده 17 فروردین 1377ه. دکترای الکترونیک و برنامه نویس و مخترع و نخبه و نابغه جهانی که همه بهش میگن فرازمینی یا ادیسون کوچولو. تو کتاب گینس لقب بزرگترین مخترع جهان رو از آن خودش کرده. تو سال 2021 با بالاترین اختراعات که تعدادش 786 اختراع در زمینه
الکترونیک و مخابرات بود، لقب بزرگترین مخترع جهان را گرفت و در کتاب گینس اسمش ثبت شد. امیر امدادی تو سال 2022 اولین مدال طلای گینس در تاریخ ایران از نماینده گینس تو کشورمون دریافت کرد. اون مخترع هک سیستم‌های موقعیت جغرافیایی پهپاد و سروراست. چندین بار توسط وزارت اطلاعات بازجویی شده که خبر نداریم چرا هی اذیتش می‌کنن. جدیداً پسر محمد بن راشد آل مکتوم با دیدن هدیه جنجالی پادری که دریافت کرده ناراحت شد و ساعت 2 میلیاردی بهش هدیه داد. امیر حسین در دبی بهش خونه و ماشین دادن و 70% خدمات به امیر در امارات رایگانه. امیر امدادی اختراعاتشو به امارات داده و 260 میلیارد پول گرفته. امیر حسین مجرد و پدرش کارگاه پرس در و چوب داره. قبلا در کنار پدرش تو کار چوب بوده و درسشو میخونده. حتی وارد سربازی که شد بیسیم‌های فرماندهی رو هک کرد و دردسرهای زیادی درست کرده بود. انقدر باهوش بود که خواستن سال 99 ترورش کنن. فارغ التحصیل رشته الکترونیک و تکنسین آموزش دیده هوافضا، مخترع دستگاه پیام‌های رادیویی و مخابراتی، مخترع رادارگریز اجسام پرنده، پروژه‌های مهم در سیستم‌های فوق پیشرفته نظامی و طراح پهپادهای جنگی و نظامی بوده و طراح 3 دستگاه ضد کرونا و ضد عفونی کننده محیط با اشعه بی‌ضرر برای اولین بار در ایران بوده. امیر امدادی مخترع ماهواره کیوبست مربعی در مسابقات اکسپو دبی 2023 و 8 کشور دیگه بوده. مخترع ویژه امارات شد و صاحب 8 مدال طلا. حالا به افتخار این نابغه آملی یه لایک بذار. یارو عربه میاد میلیاردها دلار که بهش میده هیچ دعوتش هم میکنن، میره اونجا با چه عزت و عظمتی هم زندگی میکنه. شما اینا همه چیز همه کارشون ضد ایران، ایرانی دشمن ما هستن. خودشون هم میان اعتراف میکنن از طرفی که آقا پیجرها رو ما خودمون دادیم به اینها. در مقطع بعد از بهمن ماه صحبت این شد که آقا باید ما دوباره بینیم سراغ پیجر. خب بررسی کردن دیدن 1000 تا پیجر از قبل بوده، گفتن اون قدیمی ها رو فعال کنید، ولی 3-4 هزار تا پیجر جدید نیاز هست. خب سفارش دادن و به یک شرکت ایرانی هم سفارش دادن که آقا ما که حزب الله نمیتونه بره، تا بره خرید کنه همه شک میکنه، شما به اون شرکت برید. اون شرکت هم رفته بود با یک برند معروف مثلا تایوانی که قبلا پیجر تولید میکرد که آقا ما 3-4 هزار تا 5 هزار تا پیجر میخوایم. خب این پیجرها تهیه شد، دادن به این شرکت ایرانی، این شرکت ایرانی هم در اختیار حزب الله گذاشت. اینجا یه اشکالی پیش اومد که آقا اینا باید چک میشد از نظر حفاظتی. حالا هیچ کس به ذهنش نمی رسید که پیجر تبدیل به یک بمب بشه، ولی حداقل از این بمب که ممکنه میکروفونی توش باشه، نه، همینطوری در اختیار بردار گذاشت شد. اونا هم در به کارگیری کردن. حالا خوشبختانه از اون 5000 تا 2000 تاش هنوز توزیع نشده بود، 3000 تاش توزیع شده بود و بعد ما دیدیم در یک لحظه اینا همه منفجر شده. یعنی ببینید یک سیستم تسویه تروریست ها در جهان رو بخشی از سیستم نظامی سیاسی ایران که همون من همیشه اسمشون گذاشتم ارتش شاهنشاهی که همکاری کرده با جهان آزاد برای اینکه ایران مورد حمله قرار نگیره و دوم اینکه تروریست ها در جهان نابود بشن. پیجرها رو که امروز اول که اعلام شده ما هم گفتیم که اصلا بچه فلان فلان بوده، حالا خودشون دارن میگن که ما به اینها دادیم. حالا شما ببینید که واقعا تا چه حدی ما بایستی بدبخت و بیچاره باشیم و بیغیرت. خیلی عذر میخوام هم میهنان گرامی نازنین های من، من واقعا پوزش میخوام از شما. شما در نظر بگیرید توی ترکیه یا آتاتورکی دارن که اومده اینها رو هویت خودشون رو بهشون داده. حالا هویت مگه نبوده ساخته، مثل همین کاری که رجب طیب اردوان کرد، یه هویت اقتدار جهانی تاریخی برای ترک ساخته بهشون داده. حالا یک یارو خولی پیدا شده، این خول مطمئن باشین تازیه، مطمئن باشین از میلیون ها مهاجر همین کشورهای جنگ زده است که به اونجا رفته. این رفته با پتک این پیکر تندیس آتاتورک، آقا میریزن تو ترتیبش میدن میزنش با این لاتو پارش میکنن. شما دم به دم به تاریختون، به فرهنگتون، به تمدنتون، به دخترانتون ستم میشه، تجاوز میشه، اونجا نشستین تماشا میکنین. Come on, come on, come on.
دیدین چه بلایی سرش آوردن؟ حالا همین ترکا، همین اونایی که واقعا تمدن سومری بابلی فرعونی دارن، اینها وقتی که حتی احمدی نژادها میرن تو سرزمین اینها، در ترکیه، در سوریه، در مصر، آقا میگیرن کتکش میزنن احمدی نژاد رو، کتک میزنن. شما خر میشین و همچنان در کادر مهدویت و حجتیه و جبهه پایداری همچنان یارو رو دست میبرید. حالا درسته یه دی پول میگیرید، یه دی دیگه که پول نمیگیرید خر میشید. و آقا کسانی که در درون خانه شما دارن ضد میهن و منافع ملی و فرزندان شما عمل میکنن رو شما دارین بهشون باها میدید هر روز. ولی ببینین در مصر چه استقبالی میکنن کردن، شما قدیمه ولی ببینید یاد بگیرید. مصرية لكاميرا تلفزيون النهار، فإن الشاب صرخ في أحمد نجاد واتهمه بقتل السوريين ووصفه بالمجرم، وصحب الأمن ذلك الشاب إلى الخارج وتعدوا عليه بالضرب المبرح، بينما نقل أحمد نجاد على الفور بعيدا عن المنصة للسيطرة على الموقف. كان أحمد نجاد تعرض لعدة مواقف محرجة خلال زيارته في القاهرة لحضور قمة المؤتمر الإسلامي، إذ حاول شاب سوري قبل ذلك طرده من الجامع الأزهر احتجاجا على ما وصفه بدعم إيران لسوريا. یا مثلا در ترکیه، در ترکیه وقتی یارو میره شما ببینید محافظ داره، دو تا دورش محافظ داره، یارو میاد میزنتش، یقش میکشه مثل کتکش میزن. شما کجایید که نماز جمعه رو پر میکنید؟ ای عجل الله تعالی فرجه ها رو، ای صلوات ها رو هر دم میفرستیدی، مرگ بر اون مرگ بر این رو میگید. شما ها کی هستید در اون مملکت اهورایی؟ واجعلنا من خير انصاره و اوانه والمستشهدين بين يدي. جناب آقای دکتر فاتح اربکان، رئیس محترم بنیاد پروفسور اربکان، میهمانان گرانقدر، شخصیت های سیاسی و فرهنگی، و من این رو به شما بگم، خبر بهتون میدم، قبلا گفتم بازم بگم. ببینید با بخشی از فلسطینیا حتی خود اسرائیل کار میکرد، حتی اینا تو اون سرزمین ملیت دارن کار میکنن با ابو همین محمود عباس و اینا. ولی وقتی که حماس با پولهای جمهوری اسلامی و عربستان و قطر در غزه انتخابات رو با بالای 70% برنده شد، یعنی بالای 70% با عملیات تروریستی و نابودی اسرائیل موافق بودن. خب الان اگه اسرائیل میزنه اونجا حرف هیچ کس رم گوش نمی کنه، چون بر اساس قانون تلمود هست، کسی که بچه تو رو کشت یک، و کسی که در دلش میخواد بیاد تو رو بکشه دو، اینا رو باید بزنی نابودش. هفته پیشم این گزارش براتون پخش کردم، امالیق و فلان اینا، همین هم درست هم بود و هست و تاریخی. حالا شما یه چیزی نفهمیدین تا حالا،
این هم الان من میگم تیک این تلنگار رو میزنم که بفهمید تا حالا ایش کدومتون نفهم. خود اسلام، اسلام محمد، مرگ، مرگ نامش با اسرائیله، توأم با اسرائیل نام مرگ. یعنی محمد تا این حد کینه داشت نسبت به یهود و قوم بنی اسرائیل، تا این حد کینه داشت. این کینه محمده. محمد پیامبر اسلام 60 تا جنگ کرده فقط یهودی کشته و به قلعه های یهودی. و که وقتی که با تبار خودش کوروش، قبیله کوروش قریش وارد مدینه میخواد بشه، میاد صلح میکنه با ابو سفیان. تازه ابو سفیان میگه مینویسه محمد رسول الله، میگه من ترک رسول الله قبول ندارم، رسول نیست یعنی چه پیغامه. میگه بعد چی بنویسم پسرم جان؟ میگه محمد عبدالله، عبدالله مینویسه محمد عبدالله. بعد میگه ما نماز نمیخونیم، روزه نمیگیریم، زکات خب چی نام نمیدیم. ما ابو سفیان به محمد میگه، میگه باشه پسرم جان، همینا رو میپذیر شریعت شو. ولی یهودیا رو گردن میزنه، خیبر، طائف، جنگ بعد، اینا همه یهودی کشیه. خب یه کار دیگه کرده چیه؟ نمیدونستین، حالا شنیدین، هیچ کس نمیدونست. حالا میگم یاد بگیرید تا بفهمید دنیا داستگیه. مرگ، پیامبر اسلام میخواد بگه مرگ، میگه اسرائیل. یعنی اسرائیل میگه پیامبر مرگ. تا اینها داره توهین میکنه. چرا؟ چون شما نمیدونید ایران ما میگیم اسرائیل، فرانسی میگیم اسرائیل، ولی آمریکایی بهتر میفهمه تا ولی چون یک اکسان داره نمیفهمه. به اسرائیل میگن اسرائیل، اسرائیل، اسرائیل. اصلش از اسرائیل و اسرائیل. محمد تا این حد دشمن بوده با اسرائیل و یهود که میاد مرگ رو میگه پیام‌آور مرگ، فرشته مرگ، کسی که مرگ رو برای تو میاره اسرائیله. اسرائیل، اسرائیل دیگه که دیگه بازی نیست و جوک نیست و اینا. خب تو تا این حد وقتی که کینه و دشمنی داری، تو که چه تمدن میفهمی و بشریت میفهمی و آقا همه امکاناتی که دارید استفاده میکنید مال اونهاست. شب تا شب نمیخوان کشفیات میکنن، کار میکنن. فر وقت شما اینجا چی میگین؟ آقا یارو ترکه طفلی خوابه، میشینه راحت میخوابه، روشم میپوشونه، تو جاده ها ماشین ولووش اتوماتیک میره. حالا اگه ایلون ماسک اومد تاکسیشو افتتاح کرد و سربازاشو، یارو تو ترکیه دیگه، آقا ترکیه تایی هست. وقت ما هنوز دنبال لاخموی بچه همون هستن، این تازیانی که بالای سر توست، کنار توست، همسایه توست، تو دست توست، این تازیان تجاوز هنوز میکنن، کتک میزنن، شلاق میزنن پرویز مشکاتیان ها رو، شلاق میزنن هنرمندان برجسته رو، شلاق. و طرف دق میکنه میمیره، فردین ها دق میکنن میمیرن. تو کجایی؟ تو چه کاری؟ ببین آی 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 آی، بسم الله الرحمن الرحیم. اوه به دوستم günaydın. Yol arkadaşım benim. Günaydın. Ne yaptın dostum? Nereye kadar geldin? Geldik mi? Doz olayı atladık mı? Avusturya'ya girdik mi? Bakayım. Maşallah iyi gelmişsin ha. Vallahi helal olsun sana. Benden daha iyi sürüyorsun be oğlum. Yapıyorsun bu sporu. Helal olsun sana. Böyle giderse Fransa'ya akşam varırız. Hadi bakalım, hayırlı yolculuklar. Volvo, yolun açık olsun. ایلون ماسک هم تاکسیش رو افتتاح کرد. ولی اگه یادتون باشه من 18 سال پیش گفتم این خامنه این مرده، تو برنامه‌ای که شما چندین هزار نفر دیدینش، حالا باید دوباره بارگیری کنیم، چون برخ صفحات بسیاری از بچه ها در یوتیوب و جای دیگه بسته شده و بستن اینا، یهو
معامله است که میکنن لیستو میدن هوب میبندن. حالا ما یک سیستم تازه داریم برای دیدن همه برنامه ما، میرین روی iran.pm. وقتی میرین روی iran.pm خوب باید بخونید، یک دنیا مطلب دارید، همه مطالب دارید و همه زبان هم دارید، هر چند بخواید از اونجا میتونید پیدا کنید. حالا اون موقع گفتیم خامنه‌ای مرده و کلون هست، من نشون دادم به شما سپاه کلون هایی که اینا دارن میسازن و فلان اینا، یادتونه 10 سال پیش. الان همین سربازهای ایلون ماسک اومدن به بازار، یعنی انسانهای کلون شده، یعنی کپی شده اومدن به بازار. روی اینا میتونن صورتشون ماسک هر کسی رو بزنن. الان ماسکا ماسک هر کسی شما میتونی سفارش بدی با $30 برات میسازن میارن تو میکشه تو سرت، میشه هر کی دلت بخواد، هر کی دلت بخواد عکسش میدی ماسکشو میسازن. حالا اینا وقتی روبو رو درست میکنن، بعد برای که صورت دیگه آدم باشه اینا همه رو بخوان شبیه اکبر کنن، اصغر کنن، ماسک رو سرش میکشه، میاد قشنگ حرفم میزنه. بعد مثلا این الکسی که قبلا بهتون من معرفی کردم که مثلا سیری و اینا که تو میگی حرف رو اون میفهمه. همین الکسا هم همینطوره، مال آمازونه. مثلا نگاه کنید الکسا سکی لا ریپوبلیک اسلامیک دیران. Bonjour David Abbassi, traduit de horodatlas.com. Une république islamique est une forme de gouvernement basée sur les lois islamiques et les croyances religieuses. Alexa, merci. شما دیدین؟ گفتم رو. Alexa, merci. دیدین این الکسا هر چی ما بخوایم به حرفمون میکنه، هر چی بخوایم میگه. یه کسی جوری قبلا بهتون نشون داد، بعد تازه تا من شروع کنم به حرف زدن از چیزی میخوام، بعد من یه کشور رو مثل آدم گفتم که کیه، مثل آدم گفتم یه کشوری رو، ولی اون حتی تا این حد میفهمه، تصحیح میکنه. همدم گفتم برای شما تصحیح میکنه و بعد میگه رپوبلیک اسلامی کی هست و فلان اینا، و بعدم تا شروع کرد دیدید اسم منو گفت، یعنی صدای من رو میشناسه، صدا رو میشناسه. خب همیر بذارن توی این حالا شما ترانه میخواد برات پخش کنه، میگه پخش میکنه. کسی دیگر میخواد مثلا شهبانو عزیز سالگرد تولدش هست، ما میخوایم ببینیم که این میشناسه یا نه، چی میخواد بگه، میگم تاریخ تولد چی میگه یا نه. الکسا سکی فرح دیبا. Farhanaz est née le 9 décembre 1968 en Inde. Elle est actrice. Alexa, non. Farah Diba. Farah Pahlavi. Alexa, c'est qui Farah Pahlavi? J'ai trouvé quelque chose qui pourrait répondre à votre question. Farah Pahlavi est née le 14 octobre 1938 à Téhéran, Iran. Elle est actrice. Elle est connue pour Dr.Shakar Binesh Peju, Live from Of Shabanou Farah Pahlavi, Drotningen Osh, Jag et Image, Rythme et Percussion. Elle a été mariée avec Mohamed Reza Pahlavi. Alexa, merci. Nous avons connu une tidine, Shahman John, tidine. Tariq Tava. Avez-vous entendu ce bruit étrange? Choukhia Mikon, oui. Merci. میبینین شوخی هم میکنه و تازه دقیق هم تاریخ تولد شهبانو رو میده. بعد البته توش اشتباه هم داره، دیدین وقتی گفت زن محمد رضا پهلوی بوده و فلانه، گفت اکتریس هم هست، گفت هنرپیشه هست. خب اینش اشتباهه. همین آمازون رو که شما حساب کنید یا چت جی پی تی رو حساب کنید، من به شما بگم بدونید، دیدید اشتباه که در مورد شهبانو گفت اکتریس هم هست، یعنی هنرپیشه هست، هنرپیشه هست. از این اشتباهات این هوش مصنوعی زیاد میکنه، اینترنت ویکی‌پدیا میتیا اینا زیاد میکنه. من قبلا این رو بهتون گفتم، خود من نقش مهم و مؤثری داشتم از اون موقعی که فیسبوک یوتیوب در اومد تا الان روی اینها.
مثلا وقتی که یک اشتباهی رو میگه، حتی همین چت جی پی تی، من میرم تصحیح میکنم. بارها شده بود در رابطه با اسلام، ای از کلیت اسلام اینا دفاع میکردن. تو اصلا نمیتونستی بگی که اسلام انتیگریستی وجود بنیانگرایی وجود داره. من رفتم اینا رو تصحیح کردم، بهش گفتم خودم تو نمیدونی، یه چیزایی نمیدونی، اسلامی کردن با یه آیه میخورن تو فلان شهر فلان کشور میکشن، تو خودت هم میگین میگن جهادیسته ولی اسلام درسته. یزدان گواهه، مثل آدم با من صحبت کرد و پذیرفت. نه که آدم ها که نمیپذیرن، آدم ها ایرانی پذیرفتن توی 40 سال، هرچی ما گفت اینا هم میپذیرن، اصلاح میکنه خودشه. الان اینم دیگه با خود شهبانوست که بایستی بره در آمازون و الکسا اونجا تصحیح کنه اینو، بگی که من نوشتین که من هنرپیشم، اینو باید وردارین، من هنرپیشه نیستم. واقعیت خوب بود برای شهبانوی عزیزم، شاد باش بهش میگم. میبینینش خانم خانما تولدش و میبینید خانم خانما دیگه سپید پوش در هر سوکی سر خاک شاه ایران نشسته برای سپید پوش است. در زایش و مرگ ما آریایی هستیم، ما جامعه سپیدانیم، هر جامعه نمی پوشیم. 124,000 تا پیغمبر می گفتن چرت، ما 124 تا ایده اندیشه نو ایرانی آریایی براتون آوردیم، همه رو گرفتین، اینا رو باید جهانی کنین، فراگیر بشه، هر چی بنی هاشمی هست باید تو مملکت از بین بره، وگرنه آزادی بهتون نمیاد. ما با اسرائیل همسایه میشیم، بعدم دعا میکنید، شما وقتی همسایه میگه آقا بیا تو، موید تو خونت، ولی اگه میخوای شما قبل از اون بایستی تمام این تفکرات دینی پایداری حجتیه اصولگرا اصلاح طلب هر رنگی که از جین تازی است اگه از ایران نره، همین هاش همین کاساسی رو داشته باشید. معجزه این نیست که شما بگی عجل الله تعالی فرج فجر برای جواب اصل الحمدلله شکر لله، این من رو بگی و بخوای، نه، تو بایستی تماما تفکر تازی رو بذاری کنار و تماما ایرانی بیاندیشی. و یادتونم نره دور تا دور شما رو آدم های کراواتی و استاد دانشگاه و فلان و فلان گرفتن که همه عضو بنی هاشمن، همشان پول میگیرن از بنی هاشم، عضون، نمیفهمین. گفتم بازم بهتون میگم، اون روزای اول انقلاب که بود هاشمی رفسنجانی ایشون ساواک رو برده بود توی وزارت کشور، چون تقریبا وزیر کشور بود، گفتن معاون خامنه ای وزیر دفاع بود، یعنی معاون وزیر دفاع بود، ولی همه کار وزیر دفاع بود، خامنه ای بود، او تو ارتش بود و سپاه اینا رو میگردید. هاشمی رفتن اینجا، اینا در شورای انقلاب اومدن تصمیم گرفتن، گفتم ما یک سری افرادی هستن که اینا به ما پایبندن، وفادارن و و و بهشتی، اینو گفت، بقیه هم پذیرفتن. گفت همه سیدها اینها سادات که هستن، هر کی میخواد باشه، اینها مرید ما هن، خانواده ما هن، بچه های ما هن اینا، ولی اینا اینجا رنگ رو خوب نده، ما میفتیم خارج برم برمون کار کنم، ساواکی هم اونجا برم خارج برم. اینا یه دیر فرستادن خارج که تو نفهمیدی، مثل ابراهیم گلستان نمونه میگم، مثل احمد شاملو که اونجا نگهش داشتن. این هم مثال پیش از انقلاب، اون عکس خمینی انگار یه تونل زمان تو خشت و آینه که ازش آدم سفر میکنه میره به آینده، این چطور از کجا اومد؟ برای خدا میفهمی، من عکس خمینی رو برداشتم بردم گذاشتم، گفتم که اصلا به من چی گفتم؟ گفتم این عکس اینجا باشه، گفت آقا کیه؟ گفتم آقاست. گفت آقا کیه؟ گفتم چطور نمیشناسی؟ جد منه. این در سال 1341 سید ابراهیم تقوی شیرازی است، میره بهتون گفتم صداشو گذاشتم که خودش میگه خمینی رو من رفتم پیشش، خودش میگه، میگه خمینی رفتم پیشش رو بهش چه کردم. اینا رو بدانید، آگاه باشید، آگاهی بدید، ایران آزاد میشه آنگاه که تو آگاه بشی. اگر آگاه نباشی همچنان خر خودم و من ببرم خر نادانی و از خرابه و خرابترم میشه.
زمانی که عده‌ای وحشی بعد از حمله به شهرها به زنان و دختران ایرانی تجاوز و خانه‌هایشان را غارت می‌کردند، سربازان ساسانی بعد از تسخیر شهرها به زنان و دختران دسترازی نکردند و حتی اسیران را هم نکشتند و غلامی نگرفتند و کسی را به بردگی نفروختند. این رسم پدرمان کوروش بزرگ بود که لشکر به لشکر، سلسله به سلسله انتقال پیدا کرد. به راستی که این سرزمین، سرزمین نجیب زادگان است. بی انصافی اگر در کامنت ها ننویسی درود بر شرف ایران و ایرانی. پروانه میخوام که دستان گرم همه شما رو بفشارم و ازتون بخوام که برای ایران آریایی سربلند کوشا باشید. کوشا باشید. زپر تو زپرتی نباشید. و سپاس برادرم امیر شجره و بانو همشیری گرامی مرجان عزیزم. تا برنامه دیگر بدرود و خدا نگهدار. شدن نماد ایثار عدل علی جدیه و سربریدن با چیره داد نواب یعنی مرد پرستی و ساختن امامزاده تکذیب و توهین به تاریخ هزار ساله ما می نویسم از غروبم از سقوط هفت هزار سال پیش شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم.
از خونی سیاه بوشه